آقا از همین تریبون میخوام بهت بگم که امتحانات دیما اگر 12 هستی هیچ تأثیری تو روند کنکورت نتیجه کنکورت نداره. آقا یه سری مدرس ها هستن که ما خیلی دوستشون داریم ولی خب بچه ها دوستشون ندارن، چیکار میکنن؟ کاری که میکنن اینه که اونا رو درگیر امتحان مستمر و امتحانات کویز و داستانایی میکنن که یه دانش آموز 12 اصلا در شأنش نیست. بله، دانش آموز 12 فقط باید بشینه درس بخونه تست بزنه، درس بخونه تست بزنه و معلم هم باید بهش کمک بکنه. اگر امتحانی هم میگیرید ببینید اون دانش آموزاتون اکثرشون برنامه شون چیه. اکثر دانش آموزای ما که طبق برنامه راهبردی پیش میرن جلو اون آزمونی که حالا پیش میرن، معلم هم باید همین کار رو، معلم 12 رو دارن میگن. حالا یه نکته هم بگم بچه ها، اگر معلمایی رو دارید که این تو کتشون نمیره، خب شما هم تو کتتون نره. کنکور خیلی مهمتر از امتحان مستمر رو حتی میان ترم دی ماه شماست. این شما تمام هم و غمت رو بذار واسه کنکور، یه رتبه خوب قبول بشه، فردا روز هیچی ازت نمیپرسه که آقا نمره مستمر آذر ماه چند شدی. این کار رو بکن، اگر اتفاقی افتاد بعدا بیا با هم صحبت بکن. پس نکته این کلیپ همینه دیگه، خیلی طولانیش نکنم. عزیز من، کنکور اولویت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمته. اگر میخوای موفق بشی بشین کنکورتو بخون با برنامه کنکورت پیش برو. اگر دنبال خوشحال کردن دل معلم و پدر و مادر و اینا هستی و خیلی نگرانی که نمرت خدایی نکرده کمتر از 19 و 20 نشه، اون وقت هم ترازات بالاتر از 4000 نمیاد، همینو برو جلو. خداحافظ.